سلام دوشنبه 9 آبان 90 31 اکتبر 2011 میلادی در مورد 12 موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اولین که رئیس اتحادیه چایکاران کشور خبر داده از اینکه مهر ماه آخرین فصل برداشت محصول چای اما دولت طلبهای چایکاران را از دو برداشت قبلی هنوز نداده در نتیجه کشاورزان نقدینگی ندارند و نمیتونند حتی گذران زندگی عادیشون رو بکنند و نمیتوانند که محصول چین سوم رو برداشت کنند صنعت چای کشور تقریبا ورشکست شده بسیاری از کشاورزان دنبال تغییر کاربری های زمینشون هستند که خودش هزینه اضافه داره و وزارت کشاورزی هم هنوز به اونها جواب نداد نکته دوم اینکه نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی خبر داده از اینکه پروژه پتروشیمی ایلام با 50 درصد پیشرفت کاری که داشته کاملا متوقف شده او گفته که کارگرها چندین ماه حقوق نگرفتند و پروژه‌ای که چند سال پیش 55 درصدش رو به مؤسسات شبه دولتی مثل صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و شرکت شستا واگذار کردند و 45 درصدش رو هم به هفت سهامدار خصوصی اکنون به دلیل اینکه هیچ کدوم سرمایه برای ادامه پروژه نیوردن باعث شده که این پروژه که با سر و صدای زیاد هم شروع شد کاملا ایستاده نکته سوم اینکه پیمان عارف اصل اسماعیل زاده و شرر تبریزی بر سر مزار ندا آقا سلطان روز گذشته بازداشت شدند و تا الان خبری از اونها نیست نکته چهارم اینکه از حبس حسین فایزی مجروح جنگ ایران و عراق و عضو ستاد انتخاباتی آقای مهندس موسوی پانزده روز گذشته و هیچ خبری از او نیست نتوانستن خانوادش با او صحبت کنن همینطور دو کودک خردسالش چهار کولبر فقیر منطقه کردستان هم در منطقه مریوان و سردشت کشته شدند. کولبران که بر روی دوششون کالا بین دو کشور ایران و عراق جابجا جا میکنن تا کنون آماج تیراندازی و کشته شدن در اعداد چندین و چندین نفر تا به حال قرار گرفته نکته پنجم اینکه نسرین ستوده این وکیل مدافع آزادی بیان و زنی که مردی در برابر او زانو زده طی نامه زیبای خطاب به دو فرزندش نوشته که چگونه در واقع سه هفته است از دیدار اونها محروم شده و علت اون هم این است که او تن به به سر کردن اجباری چادر نشده و معتقد این کار خلاف قانونه ستوده در بخش از نامش آورده اگر تمام مدت زندان هم از دیدار شما محروم بشم اجازه نمیدهم خلاف قانون رفتار بشه نکته ششم اینکه گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس که بعد از چندین بار کوتاه کردن و حذف پاره اسامی بالاخره قرائت شد به عنوان شکایت مجلس به قوه قضایی هم تسلیم شد آقای جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد هم در مصاحبه اعلام کرده که آقای علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت مجلس در سربرگ این کمیسیون توصیه نامه برای اون گروه امیر منصور خسروی می نوشته و خواستار استعفای آقای بروجردی شده آقای بروجردی اعلام کرده که نه او نه پسرانش هیچ کدام در اختلاس دستی ندارند همینطور در مجلس امضای نمایندگان برای سوال از آقای احمدی نژاد به حد نصاب 73 نفر دوباره رسید و تسلیم هیئت رئیسه شد آقای باهنر هم اعلام کرده که این سوال به جریان میفته آقای علی لاریجانی هم در نامه خطاب به آقای احمدی نژاد تقریبا با تحکم گفته که سهشنبه در م... استیزاه آقای وزیر اقتصاد و دارایی باید که آقای احمدی نژاد هم حاضر باشه به نظر میرسه که زبوندرازی های اخیر آقای احمدی نژاد بالاخره آقای خامنه‌ای رو به جای سوق داده که اجازه داده مجلس با احمدی نژاد برخورد بکنه نکته هفتم اینکه بنیاد تعاون سپاه به مدیرعاملی پرویز فتح وزیر سابق نیرو اعلام کرده که وارد پروژه های پارس جنوبی شده به این ترتیب بخش دیگری از سپاه هم وارد پروژه های نفتی شدن بعد از اینکه چین از پروژه هایی در پارس جنوبی خارج شد آقای احمدی نژاد اعلام کرد که منابع مالی جدیدی رو به جای سرمایه گذاری چینی ها اختصاص خواهند داد و بلافاصله فاصله این باج هم ظاهرا داره گیر سپاه میاد که احتمالا این پولهای جدید رو برن به عنوان پیش پرداخت در پروژه ها بگیرن نکته هشتم اینکه که امریکا اعلام کرده که مسئله تحریم بانک مرکزی ایران رو با کشورهای اروپایی در میان گذاشته پیش بینی میکنن کارشناسان که اگر این اتفاق بیفته ریال ایران به شدت سقوط خواهد کرد و بعضی ها معتقدن که فشار تبدیل ریال به سایر ارزهای خارجی در بازار ایران بخشی از اون هم ناشی از پیش بینی برای مسئله تحریم بانک مرکزی است دلار در بازار آزاد ارز ایران از مرز 1304 تومان هم دیروز گذشت و به این ترتیب اختلافش با نرخ دولتی 1071 تومان و 5 ریال از 234 تومان هم افزایش پیدا نکته نهم اینکه روزنامه نیویورک تایمز دیروز خبر داده از اینکه نیروهای امریکایی در خلیج فارس تقویت میشن همینطور نیروی رزمی هم امریکایی ها در کویت مستقر خواهند کرد برای اینکه وقتی از اراق خارج میشن در صورت دخالت احتمالی ایران در عراق بتوانند وارد عملیات بشن نکته دهم ده اینکه سایت میهن از قول منابع عربی خبر داده از اینکه در تا حتی آخرین روزهای قذافی دیکتاتور جنایتکار لیبی هم آقای خامنه ای برای او پیغام میکرده که در بماند مقاومت بکند برای اینکه اینها برای نفت لیبی آمدند و همطور که در علنی هم مطرح بود ایران تا آخرین روزها هم دولت انتقالی لیبی رو به رسمیت نشناخته بود و تنها بعد از سقوط دیکتاتور شروع کرد به دفاع از مردم لیبی و فوش دادن و لگت زدن به قذافی نکته یازدهم اینکه وزیر خارجه قطر خواستار گفتگوی مستقیم ایران و عربستان در خصوص ماجرای ترور سفیر عربستان در امریکا شده و نکته آخر اینکه دور دوم مذاکرات اتحادیه عرب هیئت اتحادیه عرب با مقامات سوری به پایان رسید و پیشنهادشون رو که جزئیاتش اعلام نشده به سوریه تسلیم کردن و سوریه قرار است تا امروز دوشنبه نظر خودش رو اعلام بکنه اما در طول همین مذاکرات در طول دیروز یک شنبه ده نفر دیگه هم در سوریه کشته شدند مخالفین سوریه به شدت مخالف فرصت دادن به بشار اسد هستند چرا که معتقدند هر نوع زمان دادن به بشار اسد باعث خواهد شد که بیش از پیش مردم سوریه رو قتل عام بکنه اندکی صبر سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی